می فرماید بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو. گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند. عقل خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من. خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من تویی، ملکت و مال من تویی. آب زلال من تویی، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی. آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. دل به نهند برکنی، توبه کنند بشکنی. این همه خود تو می کنی، بی تو به سر نمی شود. بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی. باغ ارم سقر شدی، بی تو به سر نمی شود. گر تو سری قدم شوم، ور تو کفی علم شوم. ور بروی عدم شوم، بی تو به سر نمی شود. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای. وز همه ام گسسته ای، بی تو به سر نمی شود. گر تو نباشی یار من، گشت خراب کار من. مونس و غمگسار من، بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه زندگی خوشم. بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم. بی تو به سر نمی شود. هرچه بگویم ای سند، نیست جدا ز نیک و بد. هم تو بگو به لطف خود، بی تو به سر نمی شود. مفاهیمی که در این غزل بسیار شیوا و دلنواز و روح نواز و روح گشا هست، برای همه ما هویداست، آشکاره و جزو شاید بتوان گفت غزلیات سهل و ممتنع حضرت مولاناست. عبارت هایی که در آن به کار رفته و مضامینی که در آن وجود داره، همه مضامینی آشناست و همه کسانی که با تفکر عرفانی و تفکر عاشقانه آشنا هستند مطمئنن جوانب این مسئله رو حتما دریافت می فرمایند. حال به میزانی که فرصت داریم و مصدق عزیزان خواهیم بود، به قسمت‌هایی از این غزل که میشه اشاره کرد اشاره می‌کنیم. اینکه ردیف غزل بی تو به سر نمی‌شود و دیگر اینجا مشخصه که تو، مفهوم تو ناظر بر چه کسی است. اینجا تو همان
خداوند است و همان وجود حی لایموت خداوند است که مولانا رو به او می کند و می گوید بی تو به سر نمی شود. به سر شدن یعنی گذراندن. از ما می پرسن که چیکار میکنیم، ما میگیم میگذرونیم، یعنی در حقیقت ما داریم زندگیمون رو میگذرانیم و البته همه به سر میکنیم، اما کسان اندکی هستن که بدون او زندگیشان به سر نمی شود. بسیار اندکن کسانی که بدون حضور خداوند در تمامی زندگیشون به سر نمی شود. اینها همان شیدایان عشق، والهان طریق حق و حقیقت و طریقتند. اینها کسانی هستند که از دیگران اندکی بیشتر فهمیدند، کسانی هستند که از عموم مردم و از عوام الناس جدا هستند، افرادی که به زندگی مادی ظاهری بسنده نمی کنند، زندگی ظاهری و رفاه مادی اونها رو قانع نمی کنه، اینها دنبال چیز دیگری هستند. این فضاها، این زمین و زمان، این جهان و آسمان اونها رو قانع نمی کنه. آنچه را که روح پرنشیب و فراز اینها میخواهد، اینها را بهشون نمیده. اینها از عالم دیگری هستند. اینها گذشته خودشون رو و حقیقت وجودی خودشون رو فراموش نکردند. کسانی هستند که میدانند از کجا آمدند، آن باغ ملکوت رو در خاطر میآورند، آن بیداری لحظه هایی که در این انسان های بزرگ پدیدار می شود، این یقظه عظیمی که در روح پرفتوح این انسان ها هست، اینها رو به جایی می کشاند، اینها رو به این اندیشه وا می دارد که ما از این جهان نیستیم، ما اهل این جهان نیستیم، ما از جنس این جهان نیستیم، ما از عالم دیگریم، از جای دیگر آمده ایم و برای کاری دیگر آمده ایم. برای این نیامده ایم که اندکی در این زمان بخوریم و بیاشامیم و لذت ببریم و تنمان را بیاساییم و نهایتاً ازدواجی کنیم و کودکانی به دنیا بیاوریم و از این دنیا برویم. آنهایی که بی او به آنها بد می گذرد و اصلا نمی گذرد و به سر نمی شود، آنهایی که فقط با او هست که می توانند زندگی رو بگذرونند و با او هست و با نفحات قدسی حضرت حق متعال است که این جهان رو می توانند تحمل کنند. وگرنه کسانی که دل در سودای عالم بالا دارند، اینها در این جهان، در این نشیمن این جهان مستقر نمی شوند. دلهاشون مانند سیمرغ‌هایی است که در قاف وجود پر می کشد و اینها رو به علایلیین سوق می دهد و هر لحظه آنها را مهمان مکاشفات و لذات معنوی حق تعالی می کند. اینها می دانند، البته بسیار اندکند، اما می دانند که برای این جهان نیستند، از این جهان نیستند و ماندنشون برای اینجا نیست. اینها آمده اند تا اندکی باشند و البته اگر دیگرانی رو هم که میبینند در خواب غفلتن، اینها رو هم بیدار کنند و با خودشون به ملکوت اعلا پرواز دهند. میدانند که حد شأن انسانی و روح والای انسانی و آدم و انسان کامل این نیست که در این جهان بیاید و با خوردنها و خوابیدنها و رفتارها و روشهای این دنیا و جاه و جلال و مقام و ملکت و مال این دنیا به سر کنند. اینها میفهمند این قصه عظیم رو که بی تو به سر نمی شود.
بی او به سر نمی شود. بی تو اگر به سر شدی، زیر زبان زیر جهان زبر شدی و حقیقتاً این اتفاق نخواهد افتاد. انسان‌هایی بودند و هستند که این پندار عامه مردم رو از خودشون دور کردن که برای چه آمدم، اینجا میخوام چیکار کنم، چه وظیفه‌ای دارم. آن وظیفه‌ای که دنیای مادی در پیش روی ما میگذارد همین است که ما هممون انجام میدیم، اما وظیفه‌ای دیگر و اصلی دیگر و اصالت دیگر در این جهان موجود است. آن است که هر که هست و هر چه هست فقط با او هست می شود و بدون وجود او همه عدمند و سایه اند و شکلهای عدمی هستند. همه ماها صورت هامون گرچه دارای حجم و وزنیم، گرچه اگر در ترازو ما رو بگذارند ما وزنی رو اشغال می کنیم و فضایی رو اشغال می کنیم در این جهان، اما حقیقت آن است که همه اینها به گفته مولانا کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. انسانهای این رو مترجم میشن و البته بسیار اندکند و بایست و بایستی هم اندک باشد، چرا که راه راه سعبیست، راه راه سختیست، درک این عظمت بسیار مشکل است. قرار نیست هر کسی بفهمد که در کجاست و بدون او به سر نمی شود. اگر هر کسی می فهمید که این مغاک خاکدان و این جایی که ما در آن به هزیمت می ریم و هر لحظه وجودمون و نفسمون و نفسمون داره در این دنیا به هدر می رود و هر لحظه ما از خود می رویم و هر لحظه کم می شویم، هر لحظه میکاهیم در وجود خود. نفس المرء خطواه و الى عجله، حضرت علی فرمود که نفس انسان قدمهای اوست به سوی مرگ او. درست است که فرمود که هر نفس که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس هر در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، که سعدی رحمت الله میفهمد اعمل و آل داود شکرن و قلیل من عبادی شکور، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد. این حرف بسیار زیباست، بسیار اساسی و صحیح است، اما مولانا بالاتر از این حرف. مولانا میگوید این نفس‌هایی که میزنی، این نفس‌ها تو رو به سوی او رهنمون میکنند و اگر این نفس‌ها برای او نباشد ذره‌ای اهمیت و ارزش ندارد. این نفس‌ها نفس شیطان خواهد بود اگر او رو در نظر نگیری و اگر با او نباشی. این که همه مردم به سر میکنند، این جهان رو جوری به سر می آورند، جوری این زندگی رو می گذرونند تا به یک عمر طبیعی برسند و بعد از آن خواهند گفت که خدا رحمت کند آدم خوبی بود. ولی مولانا معتقد است که طبق فرمایش حضرت علی موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید. و این نفس و نفس و این وجود ما بایستی بمیرد تا اینکه به آن حی مطلق برسد، وگرنه تا زمانی که ما اینجا هستیم اگر بی مدد انفاس قدسی حضرت حق باشد و اولیای حق باشد ما راه به جایی نخواهیم. اگر مفهومش این است که بی تو به سر نمی شود، مفهوم مخالفش در دیدگاه علوم علمای بلاغت این می شود که با تو به سر می شود. وقتی می گوید بی تو به سر نمی شود، یعنی فقط با تو به سر می شود. ما فقط با تو هستیم وقتی هستیم. اگر هستیم
فقط با تو هست و اگر تو نباشی ما نیستیم، هم از جهت ذات، هم از جهت صفات، هم از جهت اسماء، هم از جهت ظاهر، هم از جهت باطن، هم اول هم آخر. بنابراین مولانا به یک مورد بسیار مهم اشاره می کند اینجا که می فرماید بی همگان به سر شود، هر کس نباشد ما به سر می کنیم، اما بی تو به سر نمی شود. اگر تو نباشی این زندگی هیچ است، پوچ است و ما به نابودی خواهیم رفت و جز نابودی و عدم چیزی که در جای جای این شعر به این عرایزم اشاره می شود. این که با او بودن چگونه هست، این هم یک بحث دیگری است، بحث مجزایی است و البته از این سطح گفتاری ما بسیار بالاتر است. مقامی که در اصطلاح عرفا به مقام معیت مشهور است، مقامی که با او بودن، مع الله بودن. پیغمبر اسلام یک روایتی دارد که حتما همه دوستان مستحضر هستند، حتما شنیدن، که می‌فرماید لی مع الله وقت، برای من با خداوند وقتی است، وقت به سر کردن، به سر شدن. لی مع الله وقتون، من با خدای وقتی دارم. لا یسعنی فیه نبی مرسل او ملکون، در منزل نه نبی مرسلی در آن با من شراکت دارد و نه ملک منزل، ملکی که فرستاده شده است. آن وقت رو عرفا این کلام رو به مقام معیت معنی کردن و جز بالاترین مقامات عرفان است و البته بعد از مقام فنا به مقام بقا مع الله میرسد. آنچه گفتند بقا بالله و بقا مع الله و مقام معیت میتوان گفت بسیار مقام بالایی است. و معیت یعنی این که انسان همه چیز خود رو و هر چیزی که هست در درون خود، نفس خود، دل خود، وجود خود و همه خواسته های خود، تمنیات خود، مشتهیات خود، همه آنها رو در مقابل خداوند قرار دهد و فدای خداوند بکند و هر آنچه که دارد در محضر او بگمارد و در محضر او بنشاند. و یک اصل مهم این است که خود رو فراموش کند، خود رو از بین ببرد، خود را نبیند تا او دیده شود. تا زمانی که ما در اینجا با دیگران به سر می کنیم با او به سر نخواهیم کرد. تا زمانی که ما گرفتار دنیای من هستیم و دنیای وجودی من هستیم، گرفتار این دنیا هستیم، او رو درک نخواهیم کرد. این یک توهم بعضی انگاشتن که آقا میتوان در همین دنیا هم بود، در این دنیا باش و با خدا باش. یک توهمه، توهم شیرینی است. البته کسانی که حال و حوصله این مسائل رو ندارن، حال ریاضت رو ندارن، حال این رو ندارن که در اون عالم پر بزنن و در عالم قدس مانند طائران عرش‌آشنای الهی اینها قدم بزنند و آنجا حرکت بکنند، برای انسانهایی که وامانده این دنیا هستند البته چیز بدی نیست. در این دنیا باش و با او باش، این کار سختی است و البته عرض کردم توهمی بیش نیست. یا با او یا با هیچ کس، یا با همه یا با او. اگر که انسان همه رو و همه کس رو و همه آنچه که تعلقات نامیده می شود، همه تعلقات رو کنار نگذارد، با او نخواهد بود. اندکی از این شخص با اندکی از او ممکن است که تماسلی داشته باشد، مماثلتی به وجود بیاورد، اما همه او با همه این ممکن
ممکن نیست. زمان خود رو از 24 ساعت تقسیم کنیم ببینیم چقدر با اوست و چقدر بی اوست، چقدر از روزگار ما با او هست و چقدر بی او هست. نتیجه که خواهیم گرفت این خواهد بود که ما به یقظه برسیم، به آگاهی برسیم، به اندیشگی برسیم، به این که ما حقیقتاً با او نیستیم. کسی که عاشق کسی باشد آیا حاضر است نگاه از چهره او بردارد؟ آیا حاضر است او رو نبیند؟ آیا حاضر است در کنار او نباشد؟ اگر عشق، عشق حتمی و حقیقی باشد، مطمئناً بدون او و لحظه‌ای بی او صبر نخواهد کرد و نمیتواند که صبر کند. گفتند اگر بی خدا صبر میتوانی بکنی، مشکلی نیست. اگر توانستی بدون خدا زندگی کنی، اشکالی ندارد. زندگی کن که اکثر مردم این گونه هستند و عوام الناس این گونه هستند که می توانند بدون او زندگی کنند، بدون یاد او، بدون حضور او، بدون وجود او. گاه هم یاد او می کند و گاهی هم برای اینکه آن ندای درونی خودش رو پاسخ بگوید، گاهی هم به آن طرف توجهی می کند. اما هر کدام از ما می تواند در درون خود بیندیشد که از 24 ساعت عمری که من دارم در شبانه روز چقدر با او هستم و چقدر بی او هستم. البته این اشتباه پیش نیاد که ما بی او هستیم، هیچ وقت ما نمی توانیم بی او باشیم. او همیشه با ماست، او در درون ماست، اوست که در درون ما همه اینها رو به ما می آموزد، اوست که در درون ما مانند قلب ما می تپد، اوست می تپد، اوست سخن می گوید، اوست که در رگ‌های ما جاری است. این یک بحث دیگری است، اما یک بحث آگاهانه بودن این معیت است و یک بحث غیر آگاهانه بودن. و ما اینجا این معیت غیر آگاهانه رو حتما داریم هم. حتی اون کافر هم که اصلا به خداوند ایمان نمی آورد و او رو نمی پذیرد، او هم به این معیت غیر آگاهانه رسیده است. چگونه ممکن است کسی باشد بدون اینکه خدا باشد با او؟ خداوند هر لحظه با همه هست. حضرت علی می فهمد ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. فرمود که من هیچ چیز رو ندیدم، هیچ کسی رو، هیچ عنصری در جهان ماده و این جهان ندیدم مگر اینکه خدا رو قبل از آن دیدم، همراه با او دیدم و بعد از آن دیدم. پس خداوند قبل از ما با ما هست و همراه ما با ما هست و بعد از ما با ما هست. این درش بحثی نیست. اما آنچه که گفتیم با ما بودن و قبل و بعد ما بودن از روی آگاهی است، از روی یقظه است. یقظه ای که بسیار مهمه و اساس سیر و سلوک و اساس طی تاریخ هم همین است. انسان بفهمد، انسان آگاه باشد، انسان از خواب غفلت بیدار شود و بداند که آنچه که او رو برای آن ساخته اند از این شخص بر نمی آید. ما رو برای چیز دیگری ساخته اند، برای چیز دیگری به این جهان فرستاده اند. اما همه آن وعده ها رو، همه آن عهده ها رو ما فراموش کرده ایم و صرفا به آلاف و الوف این دنیا و زخارف این دنیا ما مفتون و دلبسته و فریفته و مغرور شدیم. و حقیقتاً آن یقظه می‌خواهد، آن یقظه لازم است که انسان را از این خواب غفلت بیدار کند. وقتی انسان از خواب غفلت بیدار شد به یک خسران عمیق دست پیدا می‌کند و آن خسران عمیق این است که من چرا با او نیستم.
و آنجا خواهد گفت بی تو به سر نمی شود. همگان رو هیچ، همه رو هیچ خواهد دانست. همه حقیقتا هیچند، اگر او نباشد همه هیچند، همه ای وجود نداره. و اگر انسان در این عالم یقظه وارد شود و این قدم اول رو از نفس خود به بیرون بنهد و از درون خود به بیرون قدمی باز گذارد، در این صورت به یک یقظه و به یک اطمینان قلبی خاصی خواهد رسید و به این خواهد رسید که چقدر دور افتاده از آن معشوق ازل و ابد، چقدر دور افتاده و به حال خود تأسف خواهد خورد، به حال خود خواهد گریست که چرا من اینگونه در غفلت بودم و نتوانستم جمال حضرت محبوب و آن جمال جمیل رو من مشاهده کنم. مگر من چقدر وقت داشتم؟ مگر چقدر عمر دارم؟ مگر چقدر من در این جهان میتوانم باشم؟ چرا بایستی من از دیدن آن معشوق ازل و ابد محروم باشم؟ چرا خودم رو و وجودم رو، تمام هستیم رو وقف وجود حضرت حق تعالی نکنم و با او نباشم؟ چرا من زیبایی و جمال الهی رو درک نمی کنم؟ میگن بیشترین حسرتی که در قیامت وجود دارد از روایت ها هست و اتفاقا بیشترین حسرتی که اهل آتش و اهل نار در دوزخ خواهند داشت این است که وقتی میبینن که خدا به بهشتیان بار میدهد و بهشتیان به دیدار او میشتابند، میگن بزرگترین آتشی که جهنمیان در آن خواهند سوخت آتش حسرت است، آتش حسرتی که همگان در آن خواهند سوخت. حسرت چی؟ حسرت این که ما از آن دیدار حضرت محبوب و حضرت معشوق و آن جمال بی‌منتها محروم ماند. و این حسرت برای تمامی عمر آنها و برای تمامی زندگی آنها کافی خواهد. انسان بداند که میتوانسته به چه جایی برسد و نرسیده است، میتوانسته به مسائل عظیم و موارد عظیمی دست پیدا کند که دست پیدا نکرده است. آن مدارج رو بعدن وقتی میبیند تأسف می‌خورد. شده برای همه ما اتفاق افتاده که وقتی یک کاری انجام دادیم گفتیم، با خود گفتیم که چرا من زودتر این کار رو نکردم؟ و این حسرت‌ها وقتی پرده‌ها کنار رفت در دنیای دیگر بیشتر خواهد بود، چون حقایق اشیا وقتی آشکار شد و همه چیز حقیقت وجودی خود و حقیقت ملکوتی خودش رو نشان داد، در این صورت همه ما خواهیم دید چه چیزی رو از دست دادیم و افسوس خواهیم خورد که چرا ما آن زمان متوجه نشدیم و چرا ما این زمان عظیم و این موقعیت عظیم رو از دست دادیم. مانند قصه ظلمات هست که خضر صحبتش شده الان، حضرت خضر و اسکندر مقدونی که بحثیست و اسکندر رو هم یک پیامبر معرفی کردن در روایات و شاگرد ارسطو بوده است علی‌الظاهر. ایشون که رفته تا جهانگشایی کنه، راهش از یه جایی رد می شده که به آن ظلمات می گفتن و یکی دو تا از این سنگ ها رو اینها برداشتن با خودشون. وقتی از ظلمات که هیچ دیده نمی شد اومدن بیرون، دیدن همه اینها گوهرهایی است، گوهرهای بسیار گرانبهایی است. همه تأسف خوردند که چرا ما بیشتر از این گوهرها با خود نیاوردیم. قصه همین است، قصه جلسه های عاشقانه و مجامع عرفانی و مجامع عاشقانه همین است که انسان وقتی که حقایق بر او پیدا شد خواهد گفت چرا من وقت بیشتری با یاران جان و دوستان عارف سپری نکردم و چرا از آن در و گوهرها بیشتر برای خود بر نداشتم و ذخیره چنین روزی نکردم.
بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. با همه به سر می شود، اما بدون تو به سر نمی شود. نمی گذرد این روزگار، نمی گذرد حقیقتا، نمی گذرد. نه اینکه من بگویم که نمی گذرد، بلکه حقیقتا این روزگار بدون او سپری نمی شود و بی او به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. و رفا دل رو مظهر و مجلای نور الهی نامیدند و دل رو حبت القلب یا حبت العشق نامیدند. دانه عشق، آنچه که در درون انسان و در سر سویدای وجود انسان است. گفتم در درون دل یک نقطه است که تاریک است و البته نقطه سیاه رنگی است که آن نقطه میتواند مماثلت کند با کل این جهان. و آن نقطه خاص که از ناحیه ازل و ابد در دل انسان به بدیعت نهاده شده است، در تعبیر عرفا همه آن چیزی است که در این جهان هست. جهان انسان شد و انسان جهان، به گونه ای که جهان انسانی می شود و انسان جهانی می شود. کل این جهان، کل این کیهان و کهکشان همه جمع می شود در وجود انسان. و در وجود انسان آن نقطه خالصه و خالصت القلبی که وجود دارد همان قلب انسان است. و در قلب انسان یک نقطه مادی در نظر گرفتن، جایگاهی هست که مجازن به آن سویدا می گویند و آن همان چیز است که همان چیزی است که در درون انسان هست و در درون انسان اون رو تهییج می کند و تشویق می کند. و هر لحظه این دل رو برای او می تواند، هر لحظه این دل رو برای او به حرکت در می آورد. و تمامی وجود انسان اون هویت خودش رو از درون انسان و از وجود همین قلب، و قلب هم وجودش رو از همون ماده سویدایی به حساب می آورد. داغ تو دارد این دلم، گفتن اون سر سویدا همون داغ دل است. داغ دلی که او در ازل بر قلب ما نهاد، داغ محبت و عشق خودش بود، همه ما رو مخمور کرد، همه ما رو مست رخسار زیبای خود کرد. به ما فرمود که الستو بربکم، و ما گفتیم بلا شهدنا، بله شهادت دادیم که او خدای ماست و او آن چیزی است که در سر سویدای ما و در درون ما و سر وجود ما مکین است و جای گرفته است، در درون قلب ما جای گرفته است و هر لحظه ما رو به خودش میخواند. اما این زخارف دنیوی، این مسائلی که در دنیا هست، حواس ما رو از دلمون و از درونمون میکند و ما رو به زرق و برق دنیا میفریبد. اما گاهی که انسان به خود رجوع میکند، به من منش رجوع میکند و توجه به آن نقطه و سر سویدای درون خود دارد، او رو در آنجا مییابد. اوست نشسته در برق، من به کجا نظر کنم؟ حالا میگن که هی برید تماشا کنید. سعدی هم اون شعر زیبایی داره، هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. هر کس رفت، بهار شد، پاییز شد، همه برای تماشای باغ و بستان و باغهای این جهانی رفتند، اما ما را که تو منظوری خاطر نرود جا. اینجا منظور جالبه، تو منظور ما، تو مورد نظر ما هستی و البته ما منظور او هستی. سعدی باید میفرمود که ما منظور تو هستیم، نه اینکه تو منظور ما هستی، ما منظور او هستیم.
داره ما رو تماشا میکنه، ما نظرگاه او هستیم. خداوند خواست جهان رو بیافریند، کسی فرشته رو آفرید، دید عشق بلد نیست، عشق ورزی بلد نیست، عشق بازی نمیداند، عاشق شدن نمیشناسد. گفت فرشته تو که بالاترین مدارت رو داری، تو کناری بشین، کناری بیست، آن چه که من میخواهم و آن کسی که من میخواهم تو نیستی، تو عاشق نمیتوانی بشی. تمامی کمالات رو داری، تمامی زیبایی ها در درون تو هست، تمامی قدرت ها در وجود فرشتگی تو هست و در تو همه اینها رو به ودیعت نهادم، اما من چیز دیگری میخواهم، من یک سوز درون میخواهم، من یک عشق سوزنده میخواهم که تو نخواهی داشت و نمیتوانی داشت باشی. من یک عشقی میخواهم که درونت شعله بکشه، آتش بگیری، چنان آتش بزنه تمام وجودت رو که از خودت جز خرمن خاکستر چیزی بر جای نماند. آیا هستی؟ آیا میتوانی این رو به من بدهی؟ آیا این عشق رو و این معشوقی رو میتوانی رو من بدهی؟ فرشته گفت لا علم لنا الا ما علمتنا، خداوند ما علمی نداریم جز آنچه که تو به ما آموختی، ما چیزی نداریم جز آنچه که تو به ما داده ای. به جمادات، به نباتات، به حیوانات، به همه جان داد، کیهان و کهکشان رو آفرید، ولی هیچ کدام توانایی عاشق شدن رو نداشتن. انسان رو آفرید و یک صدر سویدا و یک نقطه ای در درون او پدید آورد، از خودش و از وجود خودش و از طینت خودش، از گل خودش، از آب خودش، از سرشت خودش در درون انسان نهاد تا اینکه او رو عاشقانه بخواهد، نه به خاطر چیز دیگر، نه به خاطر اینکه روزی رسان است، نه به خاطر این که اگر او نباشد این نخواهد بود، فقط به خاطر او، فقط به خاطر عشق الهی. و البته آفرید و زیبا هم آفرید، بسیار هم به جا آفرید، و کسانی بودند که همه وجودشون رو آتش مجسمی کردن، کسانی بودند مثل حضرت حلاج که جان در طبق اخلاص نهادند. به او گفتن معشوقت را انکار کن، گفت من انکار نمی کنم. محاکمش کردن، گفتن دست و پایش را ببرید. وقتی بردن دست و پایش را بریدن، دیدن این دست خون آلودش رو هی داره به چهرش می کشه. گفتن از یارانش گفتن چه می کنی؟ گفت وقتی خون از بدن من رفت، خون سرخم که از بدن من رفت، رویم زرد خواهد شد، نمیخواهم تصبر کنند من ترسیدم، میخواهم رویم سرخگون باشد و با روی سرخ به دیدار محبوب و معشوقم بشتابم. وقتی او رو سنگ زدن، هر لحظه شکر میکرد. گفتن این شکر برای چیست؟ گفت خداوندا این عوامی که دارن به من سنگ میزنن اینها رو ببخشای. خداوندا کسانی که دارن به من سنگ میزنن به اینها اجر بده. گفتن این چه دعاییست؟ این چه کاریست؟ گفت خداوند به من میفرماید که اینها معذورن، چرا که فکر میکنن به وظیفه خود دارن عمل میکنن و من هم برای اینها عجر میخوام. این سوداگران عشق الهی کم نبودند و بسیار بودند، آنها که تمامی وجود خودشون رو در طبق اخلاص نهادند و به حضرت پادشاه تقدیم کردند و او هر چه خواست با اینها کرد. این داغی که خداوند در دل ما نهاده است، البته از یک دیدگاه داغ است، از یک دیدگاه سیاه است، سویدا است. سودا همان سیاهی است و سویدا سیاهی عظیمی که هست و هیچ چیز دیگری در او نمیتابد جز نور حق تعالی. همین قلب
در وجهه دیگر و در تجلی دیگر و ظهور دیگر آینه جمال حضرت حق است، آینه جمال خداوند ذوالجلال است، سجنجر الصفات حضرت حق متعال است. و هر کس در این آینه دل انسان عارف، انسان عاشق بنگرد و نگاه کند، خدا رو در آن خواهد دید. و جز خدا در دل عاشق نیست، چرا که وقتی که بی او به سر نشود، بنابراین همه او خواهد بود، همه هو خواهد بود، همه خدا خواهد بود، همه وجود مقدس حضرت متعال خواهد بود. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود، دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو. این انسانی که جهان نما هست و جهان در وجود او دیده می شود، با همه خردیش بهش گفتن جهان اکبر و این جهان رو گفتن جهان اصغر. این جهان جهان اصغر گفتن و وجود انسان رو جهان اکبر گفتن، چون هرچی که در آنجا هست عکسش در وجود انسان هست و این عکس و معکوس ارتباط شگفتی با هم دارن که اینجا به خاطر این که بتوانیم به بقیه غزل هم برسیم تا این حد بسنده می کنم به شرح این مسئله. دیده عقل مست تو. خب عقل اینجا چه کاره هست؟ مولانا بارها گفتیم که دو نوع عقل دارد، عقلی که در برابر حماقت است و او رو می ستاید و عقلی که در برابر بلاهت است و آن رو مذموم می داند و عقلی که به معنای عقل جزئی و عقل ابزاری و عقلی که به معنای عقل کل و صاحب کل است. مولانا عقل کل رو می ستاید و عقل جز رو به پشیزی نمیگیرد و هیچ ارزشی برای آن قائل نیست. مولانا برای عقل جز نهایت درجه ای که قائل می شود این است که بتواند امور دنیایی خود رو تمشیت بکنه، بتواند امور دنیایی خود رو به نحوی سامان بدهد، زندگی کند، بتواند تجارت کند، بتواند کار کند، بتواند زندگی روزمره خود رو به دست بیاورد. عقل جزئی تا اینجا بد نیست، اما اگر بخواهد با این عقل جزئی معادلات جهان بی نهایت رو بخواهد حل کند، البته این عقل جزئی مطمئنن توانا نخواهد بود که بتواند این معادلات رو حل کند و در آنجا ناقص است و باید به عقل کلی مراجعه کند. البته عقل کلی خود وجهه است که میتواند وجهه و جلوه ای از حق متعال است و چون خداوند خود عقل کل است و البته عشق و عشق کل بالاتر از این است. عشق ذات خداوند است اما عقل صفت خداوند است. ذات خداوند عاشقانه است و این عقل حتی عقل کل صفتی از صفات الهی است. دیده عقل مست تو. خب عقل وقتی نگاه میکند نمیتواند اینها رو تحلیل کند، چون روش های عقلانی برای خود روش های خاصیه. شما حتما با روش های عقلانی، با روش های منطقی، فلسفی حتما آشنا هستید و میدانید که روش های عقل برای درک یک مطلب متفاوت است با روش های عشق. چگونه میتواند انسان با نسبت به چیزی که خوب نمیداند و احاطه ندارد با روش های معمول عقل بتواند به نتیجه برسد؟ کدام عقل میتواند این معادله همین لیلی و مجنون رو میتواند حل کند؟ کدام عاقل کل میتواند اینها رو حل بکنه؟
مگر اینکه نسبت جنون به او بدهد و بگوید این مجنون است. چه عقلی اجازه میدهد به انسان که تمامی آنچه را که دارد به پای معشوق بریزد و خود رو هیچ کند، زرد در هیچ کند خودش رو؟ قبلا عرض شده که کار عقل دفع مضرت و جلب منفعت است. کدام عقل این رو میپذیرد؟ قصه عاشورا و کربلا رو کدام عاقل میتواند تحلیل کند؟ چه کسی میتواند بپذیرد؟ جز عشق تحلیلگر دیگری ممکن نیست باشد. هرچند که در اشعار قبل و در غزلیات قبل گفتیم این که دیده عقل مسته، دیده عقل نگاه میکند تا تحلیل کند، تا بررسی کند با روش های خود، اما میبیند که ناقصه و نمیتواند و نخواهد توانست. طور عقل بسیار ناتوان است از اینکه این نهنگ های دریای عظیم عشق الهی رو در دام خود بگیرند. این عقل هرگز نخواهد توانست که به جایی برسند. عقل نهایتا میتواند این جهان معاش رو حل بکنه، حتی معاد رو هم نمیتوانه تر. دیده عقل مست تو، عقل نگاه میکند که تحلیل کند ولی مست میشود و میبیند که درک نمیکند، بی خود میشود و آن شراب بی خودی الهی و شراب عشق الهی حتی در عقل نیز اثر میگذارد، چون عقل خلاف مستی است و عقل مخالف مستی است، دشمن مستی است. اما این مستی چنان است و آن خمار بزرگ و آن صافی اعظم آن چنان خماری به عاشقان میدهد که حتی عقل رو هم مسئول میکند. آن چنان قوی است این باده نهنگی او که هر ماهی کوچکی و هر چیز کوچکی چون عقل رو هم سرمست. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، این چرخ عظیمی که هست همش پسته و همش کوچک است، چنانچه گفتن بهش جهان اصغر گفتن، در حالی که باید بالعکس میگفتن. این جهان چقدر عظیم است، این همه تلسکوپ های عظیم، تلسکوپ هابل یا تلسکوپ های جدیدی که الان کار گذاشتن، هنوز چقدر توانسته که پیش بره؟ نهایتاً میگویند 130 میلیارد سال نوری بیشتر نتونسته بره. حالا خیلی حرکت کنه، تازه از این مفهوم کهکشان راه شیری و این چند تا کهکشانی که هست از اینها بالاتر نرفته است، نمیتواند. تازه دیده عقل است این جهان رو نمیتواند درک کند، این جهان اسرار رو به قول عرفا نمیتواند درک کند، چگونه ممکن است جهان اکبر رو درک کند؟ دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود. گوش طرب، گوش کشیدن یعنی کنایه از تسلط به شخص است و تسلط معنوی به شخص است که او رو اگر کسی بتواند گوش کسی رو بگیره معلوم است که بر او تسلط دارد، هم تسلط معنوی هم تسلط مادی و هر چه بگوید خواهد. میگوید گوش طرب به دست تو هست و طرب رو میتونی گوشش رو بگیری بکشانی به سمت مطربان، به سمت عاشقان. عقل اساسا اهل غم است، عقل غم آور است، غم بخش است. عقل کی شادی میآورد؟ عقل کی طرب میتواند بیاورد؟ آنچه که طرب افزا و طرب آور است همین عشق است. بلاغه عقل چون کارش اندیشیدن است، این اندیشیدن فقط کارش اینه که روزگار رو به انسان تلخ کنه و غم و اندوه رو به درون انسان وارد کنه. بنابراین شما بینید عاقلان غمگین ترند، آنها که بیشتر تعقل می‌ورزند غمگین ترند، ولی در مقابل آنها که عاشق ترند طربناک ترند. اگر طرب میخواهی به دنبال عشق برو و اگر دم میخواهی به دنبال عقل و تعقل برو.
دیده عقل مست تو، چرخی چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود، جان ز تو جوش می کند. این جوشش روح انسان، جان همان روحه، روح انسان و جان انسان جوششش از همان جان جانان است و از همان خداوند است. جان ز تو جوش می کند، این جوشش جان، جنبش جان، حرکت جان، همه اینها از جانب اوست. اوست که این رو می جنباند، سلسله جنبان جان من همان اوست. جان ز تو جوش می کند، البته هر جانی که اهل جوشیدن نیست، جانهای عاشقان است که می جوشند و وجودشون رو تسعید می کند، وجودشون رو به هباء منبسا و هباء منصورا می رساند. اینها رو از خود بی خود می کند و از وجود تهی می کند و وجودشون رو کلن نابود می کند، فانی می کند همه هستی اون رو. این جوشیدن جان موجب تسعید می شود. تسعید در بحث شیمی این است که یک جامدی یک دفعه بدون اینکه به مایع تبدیل شود، یک دفعه به گاز تبدیل شود. حقیقت قصه این است که وقتی جان انسان جوش کرد، این تن انسان و بدن انسان خود به خود منهدم می شود و منهزم می شود، از بین می رود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند. اما دلی که تو در درون ما نهادی، اون سر سویدایی که دل نامش نهادی، آن آینه ای که آن را دل نام نهادی، آن از تو نوش می کند، از آب تو، از عشق تو می نوشد و به خاطر همین دل هر لحظه دلتر می شود، دلیتر می شود. دل هر لحظه به سمت او می پرد، مانند مرغی که هر لحظه می خواهد از قفس بپرد. دل انسان عاشق همیشه در نظر او در تک و پو هست و هر لحظه میخواهد که به سمت او پرواز کند. جان ز تو جوش میکند، دل ز تو نوش میکند، عقل خروش میکند، بی تو به سر نمیشود. این عقل که مست شده حالا داره خروش میکنه، مستانه داره داد و بیداد میکنه. چون داد و بیداد کردن و فریاد کردن کار عاقلانه نیست. هر عاقلی اگر با اون سخن بگویی میگه چرا فریاد میکنی؟ چرا فریاد میکشی؟ چرا داد میزنی؟ اما عشق دیگر این چیزها رو ندارد. وقتی انسان به شراب عشق الهی مخمور شد و مست شراب عشق شد، دیگه اونجا آداب برمیخیزد و عند الاحباب تسقط الآداب. آداب عقل و آداب متانت، آداب نیکی و خوبی از میان برمیخیزد و به جاش آداب مستی میآید. جان ز تو جوش میکند، دل ز تو نوش میکند، عقل خروش میکند. چون مست شده خروش میکند، بی تو به سر نمیشود. یک خروش عقل خاطر این است که درک نمیکند، نمیفهمد این قصه رو، داد میزند که من چرا نباید بفهمم؟ من که خود رو حلال همه مشکلات می دانستم، من که می اندیشیدم عقل هستم و همه مشکلات و همه معضلات و همه گره ها و عقده ها رو من می توانم بگشایم، داد می زند که خروش می کند که چرا من ناتوان شدم. باید به عقل گفت که در محضر عشق، عقل چون کودکی است که بازی بچگانه داره، با تیله هاش بازی میکنه. در برابر فرزانگی عشق، اون طفل دبستان عقل هنوز داره با روش های خودش زندگی میکنن و تصور میکنن که چیزیست. کودکان یک تیله رو به دست میگیرن و تصور میکنن این جهانیست در دستش. چه سوداهایی با این یک تیله میتوانم انجام دهم، در حالی که ما همه میدانیم که عبس هست و بیهوده است. عقل همچنین است، با متاع بسیار سبکی که دارد، متاع بسیار رخیص خود و
و متاع و کالای بسیار ارزان خود میخواهد چیزهای گرانبها بخرد، چیزهای گرانبها به دست آورد، که محال است. ما میدانیم که این طفل عقل نخواهد توانست چنین سودایی رو به سرانجام برساند. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمیشود. هم خمر من هستی هم خمار من هستی. خمر یعنی همان شراب انگوری رو بیشتر گفتن که شراب انگوری رو خمر گفتن، و البته اینجا اشاره به این خمر و خمار و اینها که میدانید همه اشاره ایست به این که تجلیات الهیه وقتی که بر دل سالک عارف فرود می آید او رو از خود بی خود می کند، و این تجلیات جلوات رحمانیه و جمالیه خداوند باعث می شود او از خود بی خود شود، که این رو به تعبیر عرفا به مستی تعبیر می کنند، یا مستی عبارت از آن است که خداوند تجلی جمالیه به وجود عاشق بکند و عاشق از خود بی خود شود و نشناسد از کجاست، و خمار شود. خمار چیست؟ خمار کسیست که شرابی به او داده اند و لذتی برده است، اما دیگر قطع شده، آن شراب دیگه به سمتش نمیاد، اون ساقی کاسه گردانی نمی کند و او رو از دور کنار نهاده است. بنابراین به او میگن خمار. این خمار میبایست که شراب دیگری، البته نه با اون شدت قبلی، با شدت کمتری بخورد تا اینکه این خمار او از بین برود. و اینکه خمر من، خمار من، خمار من همه اوست. همه اینها اشاره به عالم و مقام وحدت وجود است، که هم خمر اوست که آن را می نوشم و مست می شدم، هم خمار اوست و هم خماری از جانب اوست. خمار البته میدونی به معنای پوشش هم هست و خمر هم به معنای پوشش هست، و بعضی از لغتدانان عرب گفتن خمر رو، خمار به معنای روسری هم گفتن که جمعش میشه خمر، و گفتن چون این خمر هم عقل رو میپوشاند و عقل رو پوشش میدهد، از این جهت به خمر خمر گفتن. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، هم باغ من هستی و هم بهار من هستی. چون باغ بدون بهار چه خواهد شد؟ به درد نخواهد، و خماری بدون خمر به جایی نخواهد رسید. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. این خواب برای چیست؟ عرفا خواب رو این مقداری دوست دارن وقتی برای او باشد. علتش این هست که اینها رو موقتا از این عالم جدا می کنند و به عالم ملکوت رهنمایی سازند. چون ما وقتی می خوابیم، روزی راجع به خواب و رؤیا از دیدگاه عرفا حتما خواهیم پرداخت، و وقتی که موضوع اصلی و اصل موضوع خواب باشد در یک غزل، انشاءالله حتما این رو تفصیلا خواهیم پرداخت که خواب و رؤیا از دیدگاه عرفا چیست و از نظر اونها ارزش یابی بشه، ارزش شناسی بشه، و چقدر از دیدگاه عرفان نظری این رؤیا ارزشمند است و ارزش گذاری هایی که در علم هست چه نسبتی با اون دارد، انشاءالله راجع به این بحث خواهیم کرد. جاه و جلال من تویی، هم جاه من و هم جلال من تو هستی. ملکت و مال من تویی، این رو هم میتونیم ملکت بخونیم هم ملکت بخونیم، و هر دو درست است. ملک یعنی دارایی، ملک و مال به یک معناست. به خاطر همین من ملکت نخوندم این رو. اگر بگیم ملکت و مال من تویی، یعنی هم ملک من، دارایی من و هم مال من تو هستی. خب هر دو به یک معنیست و اینجا زاید مینماید. احتمالا اگر ملک یعنی پادشاهی، فرمان روایی، ملک و ملک، و ملک معنای پادشاهی و فرمان روایی، و ملک معنای دارایی. ملک جمعش میشه املاک و ملک جمعش میشه
گدوک جمع ملک هست، حالا انشاءالله املاک هم جمع ملک هست. خب جاه و جلال من توی، ملکت و مال من توی، آب زلال من توی، بی تو به سر نمی شود. آن آب زلال هم برای تشنگان این وادی هست که البته بسیار جانبخش است. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. این وجه دیگری از وجه معشوقی رو بیان می کند. معشوق گاه وفا می کند و گاه جفا می کند. این به عهده کیست؟ چرا چون نمی کند؟ هیچ دلیلی برای آن پیدا نکردم. چون اگر دلیل داشت که عشق نبود، عقل بود. هیچ کس نمی داند چرا عاشق، چرا معشوق گاه وفا می کند و گاه جفا می کند. آیا به خاطر کارهای عاشق است که گاه وفا می کند و گاه جفا می کند؟ نه، اصلا وفای او و جفای او چنان که فرمودن هر دو یکیست. وفا و جفا در نظر عاشق هیچ تفاوتی ندارد. اما چرا گاهی وفا می کند گاهی جفا می کند؟ این صفت عشق است و دلیل هم ندارد. نهایتا دلش می خواد که چنین باشد. عاشق شاید، اما همه اینها رو اگر کنار بگذاریم به این خواهیم رسید که معشوق دلش میخواهد. مالک مطلق وجود عاشق همون معشوق است. دلش میخواهد جفا کند، دلش میخواهد وفا کند. هر دلیلی که داشته باشد و هر کاری که بخواهد بکند، این جفا و وفا از مقتضیات درون معشوق است. اگر هم کسی در این جهان معشوقی داشته باشد و از او بپرسد چرا گاهی وفا چرا گاهی جفا، خواهد گفت که دلم می‌خواهد و خود می‌دانند که چه می‌کنند. البته این وفا و جفا رو اون عاشق ازل و معشوق ازل می‌داند و علتش رو حتما می‌داند، که همه ما در ذهنمون چیزهایی داریم، ولی دلیل نباید جست در این مسئله. جاه و جلال من توی، ملکت و مال من توی، آب زلال من توی، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. همه مال من هستی، کجا می خواهی بری؟ اشکانت وفا می خواهی بکن، فرقی برای من ندارد. جفا می کنی، فرقی ندارد. شاید من جفای تو را بیشتر از وفای تو خریدار باشم. دل به نهند برکنی، هر که به تو دل می نهد عاشق تو می شود، بر می کنی و دل او رو از وجود خودت بر می کنی. چرا که لایق نیست، چرا که شایسته عشق تو نیست. چه کدام عاشق شایسته عشق حضرت معشوق ربوبی است؟ چه کسی می تواند بگوید من شایسته عشق او هستم؟ دل به نهند برکنی، توبه کنند بشکنی. اگر از دل نهادن هم توبه کنند، باز هم میشکنی و دوباره میان به تو دل مینهند، دوباره عاشق تو میشوند، دوباره رسوای تو میشوند. این همه خود تو میکنی، بی تو به سر نمیشوند. همه اینها رو تو انجام میدی، همه اینها از کار تو هست. بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی، باغ ارم سقر شدی، بی تو به سر نمی شود. میگه همه چی برعکس می شد دیگه، اگر زیر جهان زبر می شد، اصلا جهان به هم می خورد اگر بی تو به سر می شد. یعنی این توحید ذاتیست که در جهان هست و توحیدی که در جهان هست، اگر این جهان غیر از این جهانی بود که خداوند در آن بود و بی او اگر این جهان به سر می رفت و روزگار این جهان اگر بی خداوند به سر می شد، این جهان جهان نبود و این چنین نبود. بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی. زبر هم میتونید بخونید،
زبر هم میتونید بخونید. زبر از آن جهت که زبر شدی، یعنی بر شدن و کنار رفتن. ولی اصلش این هست که ما زبر و زیر بخوانیم و غالبا هم زبر خواندن، بعضا به عادت زبر گفته میشه. بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی، باغ ارم سقر شدی. باغ ارم همون باغ بهشت است و سقر هم همون جهنم و دوزخ و بدترین جای دوزخ رو گفتن که سقر است. گر تو سری قدم شدن، اگر تو سر باشی، سر فرمان میدهد که قدم کجا برود دیگه، درسته؟ سر به ما دستور میدهد که قدم ما به کدام طرف حرکت کنه. میفرماید اگر تو سر بشوی و به من دستور بدهی، من قدم میشوم و هر جا که تو بگویی خواهم رفت. گر تو سری قدم شوم، یک دلیل دیگری هم در سر در فوق است و قدم در زیر پا هست، یعنی اون فوق و علانیتی که هست و پستی که در قدم هست و بزرگی که در رأس هست به این هم توجه دارد. یعنی تو سر ما هستی، بالای سر ما هستی و ما زیر پای تو هستی و زیر قدمان تو هستی. گفتند که جان را در زیر قدمانت خواهیم گستران. گر تو سری قدم شوم و تو کفی علم شوم، اگر تو کف هستی، دست هستی، من در آن صورت علم خواهم شد. علم همان علامتی که می‌زدم و علم چیزیست که بسیار مشهور است. قدما وقتی که داشتن سپاهیان و پادشاهان معمولا علمدار داشتند و علم چیزی بود که در آن معمولا از پارچه بوده یا از پوست بوده است و روی آن علامتهای خاصی می نوشتن و در حقیقت نشان از او رو می دادن. نشانهایی که او داشته و نشانهایی که پادشاه دارد به شکل خیلی سمبولیک و نمادین اینها رو در آن نقش می کردن در این علمها. و وقتی که این رو بالا می بردن این خودش علم می شود. علم یعنی به معنای صفت خاصی که برای کسی می دهیم. مثلا شهر تبریز علم است در بینه. وقتی بگیم تبریز همه می دانن که منظور کجاست و چیست. به آن از جهت ادبی هم علم می گوین. و البته از همین علم گرفته شده که پادشاهان برای اینکه قدرت و اقتدار یا هویت و هستی خود رو و تمام وجود خود رو در یک نشانه، در یک علامت معین بکنند این علم رو داشتن. میگه اگر من کف بشوم، اگر تو کف باشی، من علم آن خواهم شد. یعنی من علمی خواهم بود که کف تو رو نشان خواهم داد و نمایش خواهم داد و خواهم گفت این پادشاهی که من در کف او هستم کیست. گر تو سری قدم شوم، بر تو کفی علم شوم، ور بروی عدم شوم. چون وجود محض هستی، اگر من تو رفتی، من وقتی وجود رفت چه باقی خواهد ماند؟ عدم، هیچ. ور بروی عدم شوم، بی تو به سر نمی شود. خواب مرا ببستی، نقش مرا بشستی. خواب بستن کار جادوگران بوده است. جادوگران کارهایی میکردن که خواب را میبستن. میگوید تو با جادو و سحر وجودت، با سحر نگاهت، با شرابی که بر من پیمودی، خواب مرا بسته ای و من نمیتوانم بخوابم. بی خواب و خور کردی مرا. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای. نقشی که بوده هم در این جهان، نقشی که معمولا نقاشا میکشن، میگه این نقش رو شسته ای، نقشی از من نیست. نقش ما همان تن ما هست، بدن ما هست و نقشی که شسته یعنی وجود من رو از بین برده ای و من دیگر وجود ندارم. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای و از همه هم گسسته ای. بی تو به سر نمی شود. این که مرا از همه گسسته ای خیلی جالبه. وقتی که انسان با او پیوست از دیگران گسسته خواهد شد. این است. وقتی انسان به کسی بیشتر دل بست از دیگران دل بر خواهد کند، دل خواهد کند. ما که همه رو دوست داریم، به همه دل می‌بندیم، به خاطر اینکه دلبستگی هامون دلبستگی حقیقی نیست، تمام و کمال نیست. چون کاملا که نمیشه به همه دل بست. ما به خیلی چیزها دل می‌بندیم ولی گوشه‌ای از دلمون رو
در آنجا جا میگذاریم، امضایی از دلمون رو در وجود آنها به ودیعت مینهیم. اما حقیقت قضیه جز این است، اگر انسان یکی رو دوست داشت دیگران رو نمیبیند، چه برسه به اینکه دل ببندد بره، نمیبیند، به حساب نمی آورد، چه برسد به اینکه او رو در معادلات فکری خودش در حساب بیاورد. و از همه هم گسسته ای بی تو به سر نمی شود. وقتی که انسان با اون پیوست از همه گسسته خواهد شد. گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من. روشنه، وقت هم نیست، من سریع بخونم و تموم کنیم. مونس و غم گسار من بی تو به سر نمی شود. مقام انس هم که فرموده بسیار مقام بالا نیست، مقام انس عاشق و معشوق. اصلا اساس وجود عاشقی به همین است که انسان با معشوق انسی داشته باشد، الفتی داشته باشد، در کنار او باشد، مونس او باشد. همانطور که عرض کردم میبینید که مولانا زیاد از فراق نمیبیند، چون اهل فراق نیست، همیشه در وصال است، همیشه در حضور است، همیشه در مقام معیت است. و کل این ابیاتی که خواندیم همه در مقام معیت است و بالاترین مقامات عرفانی است که حضرت مولانا در آن حضور دارد. مونس و غمگسار من، غمگسار هم کسی است که غم رو غمخوار است. انسان یه غم عظیمی داشته باشه، خب این خیلی تنگ می‌شود دنیا براش، ولی این غم رو رفت با یک غمگساری که غم او را میفهمد بیان کرد، غم نصف میشود و از آن سنگینی غم کاسته میشود. و اگر به کسان دیگر هم این غم رو سپرد، کم کم این سنگینی غم در وجود او و در قلب او کمتر خواهد شد. حال چه چیزی زیباتر از این که غمگسار انسان خود خداوند باشد؟ غم از سوی او، خود او آمده است و غمگسار هم خود اوست. او خود ما رو غمگین دوری از خود کرده است و خود با حضورش غمگساری خواهد کرد. مونس و غمگسار من بی تو به سر نمیشد. مونسی که هم غمگسار باشد. غالب مونسا غمگسار نیستند و غالب غمگساران مونس نیستند. اما اگر مونس باشد و غمگسار هم باشد که دیگه بسیار عالی است. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. میگه نه زندگی خوبه نه مردگی. بعضی ها گفتن که اگر ما بمیریم اون وقت خلاص میشیم، راحت میشیم، مردن رو بر زندگی ترجیح دادن. برخی بسیاری البته زندگی رو بر مردن ترجیح دادن. مولانا این فرمایت مهمی نامیست، نه زندگی مهمه برای من، نه مرد مهم، نه زندگی نه مرده، هیچ کدام برای من مهم نیست، مهم خود تو هستی. بدون تو باشد زندگی هم خوش نیست، مردگی هم خوش نیست، که خیلی همون رو خوش دونستن. ولی با تو باشد هم خوشی در زندگی هست، هم زندگی من خوش است و هم مردگی من خوش است، اگر تو باشی. اگر نباشی نه زندگی خوش است و نه مردگی. بی تو نه زندگی خوشم، خوشم یعنی خوش من است، به من خوشایند من است. بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. نمی توانم سر رو از غم تو بیرون بکشم و نمی توانم از غم تو بیرون بیایم. هرچه بگویم این سند، سند یعنی همه آن چیزی که داره، سند آن چیزی که مستنده و همه چیز به آن وابسته است و هرچه که باشد نهایتاً به آن استناد پیدا میکنه. میگوید سند وجود من و همه وجود من و اصل وجود من و خالص وجود من تو هستی. هرچه بگویم این سند نیست جدا از نیک و بد. یا نیک خواهم گفت یا بد خواهم گفت. اگر نیک هست تو داده‌ای و اگر بد است تو داده‌ای، بنابراین نیک و بد هم من نمی‌دانم. البته این رو هم عرض بکنم که عرفا نیک و بد رو ذاتی نمی‌دانند و معتقدند که حسن و خوب ذاتی نیست، بلکه خداست که حسن و خوب رو در افعال و اشیا قرار می‌دهد. اما اشاره به این قسمت است که من فرصت ندارم رد می‌شم.
هرچه بگویم ای سند نیست جدا از نیک و بد، هم تو بگو به لطف خود بی تو به سر نمی شود، هم خودت با لطف خودت این رو به همه بگو که بدون تو به سر نمی شود. از لطف و